خانم سالاری آماده این؟ هیچ وقت تو زندگیم اینقدر آماده نبودم. بسیار خوب، بدون اینکه پلکاتون رو باز کنین به من بگین چه حسی دارین. نور خانم دکتر، نور رو پشت پلکام احساس میکنم. بسیار خوب، من دارم پانسمانتون رو باز میکنم. حالا خیلی آهسته پلکاتون رو کاملا باز کنید. چی میبینی؟ خب راستش نمیدونم، نور خیلی زیاده، یه چیزی. خیلی خوب، عجله نکنین، عجله نکنین. حالا خیلی آروم پلکاتونو بازتر کنین. فکر میکنم دارم میبینم، فقط یه خورده نور زیاده. اذیتت میکنه؟ بله دکتر. نگران نباش، میتونی به من بگین چند تاست؟ این راستش نمیدونم، فقط شبیه علامت پیروزیه. خانم سالاری بزلگو هم که هستیم. حالا میتونین به من بگین کی اینجا ایستاده؟ گیلان، عروس قشنگ سالاریا، قیافت از اونی که همیشه فکر میکردم خیلی مهربون تره. خواهر من، تو این مدت نمیدیدی، زمان که متوقف نشده بود. خب خانم سالاری، حالا کی اینجا ایستاده؟ خدایا فولاد من، باورم نمیشه چقدر شبیه پدرت. کاش الان اینجا بود. خانم سالاری، شما نباید گریه کنید. این گریه نیست، این اشک به چشمتون فشار میاره. اگر بخواین اینطوری ادامه بدین مجبور میشم که شما میدونید بعد چند سال دارم به سرم میدینه. میدونم، ولی نه دکتر، نمیدونید، هیچ کس نمیدونه به فهم دیدن اولاد بعد این همه سال چه لذتی داره. اولاد من، بیا جلو عزیزم، خدایا
تمام این سالها چقدر انتظار کشیدم، چقدر جای بهرام خالیه. بهرام، داری میبینی؟ پسرمو برگشت، پولاد جان. اینقدر حرف برای گفتن داشتیم که یادم رفت بپرسم خواهرات کجا؟ چرا با خودت نیاوردیشون؟ اونا ایران نیستن. سلام، کی برگشتی؟ الان، همین الان. مامان کجاست؟ دراز کشیده. پولاد برگشته، حتما خیلی خوشحاله، نه؟ نه، مادرشو عمل کردن. من از قصد زودتر اومدم که هم به کارخونه برسم، هم اونا بیشتر با هم باشن. به هر حال تا اونجا بودم معذب بودن دیگه. عاطفه باید میدیدیش. چه زن مهربونی بود. با این وضع چشاش به زنهای بی سرپرست کمک میکنه. فکر کن تو این روزگار. آره. آره. خسته ای؟ ها؟ یه جورایی. چه خبر؟ طوری شده؟ نه، اتفاقا برای مامان یه پرستار خوب پیدا کردم. خب چرا قیافت این شکلیه؟ چه شکلی؟ شبیه پینوکیو وقتی دروغ میگه. چی شده؟ هیچی بابا جان. دوباره ایرج؟ نه بابا، مسئله اون نیست. البته یه جوره همه مسائل به ایرج ختم میشه دیگه. بگو دیگه، کشتی؟ تازگی متوجه شدم ماما برای خودش خوراکی و خنزر پنزر قایم میکنه. اینو تو وسایلش پیدا کردم. این دست مامان چی کار میکرده؟ اونش مهم نیست، حتما از توی کشو یا کمد بابا پیدا کرده. به هر حال این کاراش بیشتر اتفاقیه تا اثر آگاهی. خب پس متن توشو خوندی؟ تو میدونستی که ایرج سهمشو از کارخونه بخشیده به بابا؟ من تا اونجایی که یادمه بابا میگفت سهم آقای اشراقو خریده. قراردادم نوشته بودم. ولی این یادداشت یه چیز دیگه میگه. خب گیرم که سهمشو بخشیده باشه. اصلا آدم به اون بدذاتی چشمشم کور. بابا که هفتیر پشت سرش نذاشته بوده. محمد تاریخشو نگاه کن. میدونی مال چه زمانیه؟ 5/8. خب یعنی بعد از فوت آقای اشراق. خب طبعا باید بعد از فوت آقای اشراق باشه، چون قبلش که ایرج سهمی نداشته که بخواد. نگرفتی، تاریخش مال 6 ماه قبل از عروسی من و ایرجه. هنوز نفهمیدی نه؟ این یادداشت داره میگه چرا بابا که هر موقع صحبت ایرج میشد میگفت این همه خواستگار، حالا چرا ایرج اشراق یه دفعه راضی شد و گفت پسر فهمیده‌ایه. تو میخوای بگی الان میفهمم چرا ایرج اینقدر برای عروسی عجله داشت، حتی نذاش سال پدرش بگذره. نه عاطفه، داری اشتباه میکنی. مرتب دارم به خودم همینو میگم، ولی واقعیت اینه. بابا منو به ایرج فروخته محمد. حالا میفهمم که ایرج چرا اینقدر اصرار داره به آشتی. لابد فکر میکنه از دو طرف ضرر کرده. نه دیگه، تو خیلی بدبینی. خودت میدونی که من چشم دیدنشو ندارم، ولی مطمئنم هنوز قلبن دوستت داره. نه
میدونی با خودم فکر میکنم شاید شاید واقعا داریم تقاص کارای بابا رو پس میدیم. چرا مامان باید اینجوری مریض بشه؟ یا وضع من و تو چرا باید اینجوری بشه؟ چرا محمد؟ عاطفه منم میدونم بابا تو زندگیش کم خطا نکرده، ولی فکر نمی‌کنی داری یکم زیاده روی می‌کنی؟ تو خواهرای پولادو دیدی؟ نه راستش انقدر ذوق زده پیدا کردن مادرش شدیم که یادمون رفت. چطور؟ برای چی اینو پرسیدی؟ میدونستم تو بیمارستان فهمیدم. چیو؟ محمد خواهرای پولاد گم شدن، معلوم نیست کجا. چی؟ تو از کجا میدونی؟ من از کجا؟ از حرفای مهربانو فهمیدم. لازه مامان که اومده بود مطب دکتر جهانگیری یا یه چیزایی یادش افتاد، شروع کرد به حرف زدن. دخترا خیلی دقیق نگفت، ولی هر بلایی که سر خواهرای پولاد اومده باشه مطمئنم بابا توش یه سهمی داشته. عاطفه این مسئله معمای سند خونه رو هم حل میکنه. بابا دوتا معامله بزرگ تو زندگیش کرده محمد. این خونه در ازای دخترای بهرام مرزبان و کارخونه در ازای من. سلام. سلام، چه خبر؟ خبر رو پیش شماست. چطور؟ خودتو به عمران از انسالار بهم بگو چی شده. ببین بهرام، تو دوماد خانواده ما هستی، احترامت سر جاش، ولی میخوام این مسئله رو فراموش کنی. چی رو باید فراموش کنم؟ بهرام عزیز من، الان بحث واکسن فلج اطفال و بهداشت روستا نیست، بحث مسائل دیگه است. بهتره پاتو کنار بکشی. میگی فضولی نکنم نه؟ بهرام جان، ما داریم مبارزه میکنیم. خب همین. چند سال؟ بگو چند سال بعد صلیب گناه پدرام به دوش بکشم. بس کن بهرام. نه تو بس کن. چند سال به خاطر پدرم نقش خائن بلفطره رو بازی کنم؟ چند بار بگم معلوم با پدرم کاری ندارم؟ من داماد خانواده شما، تو دایی بچه های من و سودابه. پولاد که به دنیا اومد بابای تو گوشش از اون گفت. بازم نمیخوای به من اعتماد کنی؟ یه نفر چاپخونه رو لو داده. همون چاپخونه که اعلامیه ها رو توش آره چاپ... همون. و شما فکر میکنین کار من بوده؟ سالار تو چشمام نگاه کن بگو که کار منه. بهرام مسئله این نیست. اگه این نیست پس چیه؟ ما به تو اعتماد داریم. اگه نداشتیم تو این سالا کنار عزیزترین کسی که تو زندگیم دارم زندگی نمی کردی. فقط فقط چی؟ بابا یونس خواسته، خواسته که تو کنار بکشی. تهدید کرده هر کی تو رو دخالت بده گروه اخراج میشه. یعنی بعد این همه سال حاج یونس چرا بهم نگفتی خواهرم هم گم شده؟ من نمیدونستم دایی. مثل سودابه فکر میکردم شما از ایران رفتین، همه تون بیشه همین. منو که دیدی فهمیدی. وقتی ازت پرسیدم چرا بهم نگفتی؟ نمیخواستم لذت دیدن مادرتو بعد 30 سال با یه خبر بد خراب کنم. الان باید چی کار کنم؟
اگه بخواد باهاشون حرف بزنه، اگه بگه میخوام بهش تلفن کنم، چی بهش بگم؟ به نظرتون کجا؟ فکر میکنی اگه میدونستم بعد این همه سال منتظر میموندم خواهرم به این وضع بیفته؟ خدایا، فکر میکنم فقط من ازتون دور افتادم. تیمسار در حق مادرت خیلی بد کرد پولاد، خیلی. شاید برای همین هیچ وقت خوشحال نبود، همیشه آرزو داشت برگرده ولی میترسید. کارای پاسپورت ایرانی منم اون درست کرد، میگفت دلم برای بوی کوچه ها تنگ شده، یه روزی با هم بر میگردی. الان کجاست؟ این همه بدی کرد، آخرش چی؟ چرا بهم اعتماد نداری هاجیمس؟ بهم بگی، اگه خطایی ازم سر زده بهم بگی. این چه حرفیه پسرم؟ اگه جای پسر شما هم توقع یه ذره اعتماد دارم. کی به تو اعتماد نداره؟ شما فکر میکنین لو رفتن چاپخونه کار من بوده؟ تو از کجا فهمیدی چاپخونه لو رفته؟ نگران نباشین، خبر سوخته است. خبر سوختن به درد هیچ جاسوسی نمیخوره. داری دلخورم میکنی بهرام، بگو ببینم چی شده. چرا قدغن کردی من از کاراتون خبردار باشم؟ نکنه باز مسئله پدرمه؟ تا دو سال بعد عروسیمون سالا به خاطر اینکه پسر تیمسارم کج کج نگاه میکرد، تا بالاخره باور شد من جاسوس نیستم. شما همیشه ازم حمایت کردین، حالا خودتون. من هنوزم میخوام ازت حمایت کنم بهرام. پدر تو کینه تو رو به دل گرفته، چون بهش پشت کردی. اینم میدونم از کارای ما خبر داره. یعنی میخواییم بگین لو رفتن چاپخونه کار اون بوده؟ شاید. بهرام، تو نباید به خاطر کارای پدرت خودت رو سرزنش کنی. من تو میدونیم این داره اشتباه میکنه، همون فکر میکنه داره خدمت میکنه، ولی من تو که این طرف وستادیم میدونیم خدمت به وطن کشتن هموطن نیست. وقتی با سودا عروسی کردم قسم خوردم پدر من حاج یونس سالاریه، نه تیمسار مرزبان. میدونم، برای همین منزه سالار برام عزیزه. همه از من گلایه نکن، من نمیتونم بذارم تو کارای مقاطی بشی. نمیفهمم آخه چرا؟ تیمسار الان مثل مار زخمیه، اگه گیر بیفتیم بدون تو دخالت داشتی دیگه ولت نمیکنه بهرام. من عمرمو کردم، ولی تو فکر کردی اگه بلای سرت بیاد نواهای من به چه روزی میفتن؟ سر سودابه چی میاد؟ تو فکر میکردی روز اول من چرا با وصلت شما مخالف بودم؟ اون این کارو نمیکنه. نمیدونم، شاید هم حق با تو باشه، شاید اون دلش نیاد بلای سر تو بیاره، ولی به هر حال این قصه عاقبت خوشی نداره. نمیفهمم چی میگی. راه ما راه درازیه بهرام، سفر عاشق پر از خطر و حادثه است. اگه تو یه روز گیر بیفتی و عاطفه پدری نگذاره که مجازاتت کنه، اون وقت خودش مجازات میشه. تو که نمیتونی مثل اون باشی، میتونی؟
تو که نمیخوای خفت اونو ببینی، میخوای؟ ما بالاخره یه روز موفق میشیم و اون روزی که اون باید تاوان گناهاشو پس بده، نه حالا. ولی این که دلیل نمیشه. من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم، میدونم چی دارم میگم. بهرام تو نباید پات وسط کشیده بشه. به خاطر رضای دل سودآورم که شده حرف من زنی نزن. مادر و دختر حالشون چطوره؟ مادر خوبه، دخترم خوابه. فرشته کوچولوی من، برکت خونه بابا. به نظرت اسمشو چی بذاریم؟ مرضیه خوبه؟ نه، میترسم یادآوری اسم مامانم بابا رو غمگین کنه. مهربانو چطوره؟ چرا مهربانو؟ خب هم اسم قشنگیه، هم مفهوم قشنگی داره. نه، یه اسم دیگه، اسمشو بذاریم سودابه. نه، اینجوری تو خونه دعوامون میشه، معلوم نیست کی داره کیو صدا میزنه. چرا نمیخوای اسم مادرتو روش بذاری؟ میترسم اخلاقش هم مهربانویی بشه. بهرام اینقدر بدجنس نباش، مگه اخلاق مادرت چشه؟ هیچی، شوخی کردم. بهرام نمیخوام به گوششون برسه، فکر کنم ما داریم دلجویی میکنی؟ آره شاید. خب چه اشکالی داره؟ هرچی باشه بزرگترم. حاج یونس میگفت مثل اینکه راضی نیستی من باشون همکاری بکنم. تو حرفی بهشون زدی؟ اگه بگم راضیم راست نگفتم. ولی نه، من چیزی بهشون نگفتم، خودشون فهمیدن. نمیخوام پدرت به خاطر من. ول کن این حرفا رو، فقط بگو اسم این فرشته کوچولو رو چی بذاری. گلرخ. چطوره؟ گلرخ اسم قشنگیه. اسم تو دوست داری خانم کوچولو؟ مادر جانم، میدونی چند سال منتظر شنیدن همین یک کلمه بودم؟ چقدر انتظار کشیدم تا یکی مادر صدام کنه؟ سخت بود، خیلی سخت، ولی خدا رو شکر که اینجایی. خوبی؟ احساس میکنم الان تو زندگیم از همیشه بهترم، اما نه به خاطر اینکه میبینم. کاشکی پدرت اینجا بود، چقدر دوستت داشت. من اومدم یه چیزی بهتون بگم. در مورد خواهرات، همون دیروز فهمیدم، با اینکه درست نمیدیدم، از لحن صدات، از دل کردنت، تو این پدرتی. چی به سرشون اومده؟ راستش نمیدونم، از وقتی یادم فرانسه بودم با مهربان و پدر بزرگ.
هیچ وقت خواهری نداشتم. اونا به هم حرفی نزدن. من بچگی هیچ کدوم از شماها رو ندیدم. بهترین سالهای زندگی ما دور از هم گذشت. اولین روز مدرسه رفتنتون، اولین نمره بیستی که گرفتی، اولین باری که سرتون شکست، اولین باری که عاشق شدی، روزی که فارغ التحصیل شدی. من هیچ کدوم از اینا رو ندیدم، ولی همیشه توی دلم اینا رو مجسم میکردم. فکر میکردم شماها کجایی، دارین چی کار میکنی. نمیدونم چرا، ولی پولاد جان الانم مطمئنم خواهرات هر جا که باشن حالشون خوبه، حتما زندگی آرومی دارن. بهتون قول میدم پیداشون کنم به هر قیمتی که شده. مطمئنم که پیداشون میکنین. میدونم دوباره یه روز هممون دور هم جمع میشی. اون روز دور نیست عزیزم. مهتا جان سلام، چقدر به موقع اومدی؟ سلام، ببخشید امروز روز اوله، ولی قول میدم همیشه سر وقت بیام. امیدوارم. برادر محمد الان رفت سر کار، خودم هم باید برم بیمارستان. تو میمونی و مادر حسابی باید مواظبش باشی، فهمیدی؟ بیا این شماره برادرم، هم تلفن همراهش هم محل کارش. مال خودم و بیمارستانم توش نوشتم. اگه احیانا مشکلی پیش نمیاد، مطمئن باشی. خیلی خوب. البته در طول روز بهتون سر میزنم. اگه نیومدم هر موقع خواستین بیان، مطمئن باشین یه لحظه هم ازشون غافل نمیشن. خیلی خوب. صبونش براش آماده کردم، گذاشتم تو یخچال. فقط حواست باشه از پنیر شوره بهش ندی. چایش هم زیاد شیرین نکن، چون یکم قندش بالاست، اصلا براش خوب نیست. قاعدتا باید تو یه نیم ساعت دیگه بیدار شه، ولی اگه نشد تو بیدارش نکن لطفا. چش. بعد دیگه خانم دکتر بریم، نگران نباشی. ببین مهتاب، فکر میکنم بهتر باشه که خودم صبونه رو بهش بدم. من که تو رو نمیشناسه، میترسم چیزی نخوره. آخه امروز اولین روزیه که میخوام تنهاش بذارم. من امروز خودم میمونم. خانم دکتر به خدا قول میدم خوب ازش مراقبت کنم. باشه. ببین قرصاشو گذاشتم تو کیشوی اول، تعداد ساعتشم چسبوندم رو در یخچال. حواست باشه. فقط برای نهارم اگر خانم دکتر بهتر نیست برین، تازه ساعت 9 برای نهار زنگ میزنم ازتون میپرسم چی کار کنم. باشه. میخواین نیم ساعت به نیم ساعت بهتون زنگ بزنم؟ ها؟ خب برین شما. میدونم چقدر براتون سخته، ولی اگه الان نرین میدونم که دیگه دلتون نمیاد با یه غریبه تنهاش بذارین. بعد من کارم هم از دست میدم. تو رو خدا برین، قول میدم زنگ بزنم. باشه. خداحافظ.